شما بیننده خبرها از غرب افغانستان از استدیو هرات هستید. سربازان زخمی شده در جنگ با طالبان در ولایت فرات تاکید میکنند که پس از آن که دوباره صحتیاب شوند برای از بین بردن طالبان به میدان جنگ خواهند رفت. این سربازان میگویند دفاع از خاک وظیفه هر افغان است. از سوی دیگر مسئولان امنیتی در این ولایت تاکید میکنند که طالبان مسلح در حال شکست هستند. در تازه ترین مورد 8 طالب مسلح در جریان درگیری کشته شدند. به این گزارش توجه کنید. درگیری ها بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در برخی از مناطق ولایت فرا همچنان جریان دارد. از حدود یک ماه بدین سو حدود 200 طالب مسلح در جریان درگیری های مسلحانه با نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند. در این درگیری ها چند سرباز پلیس و اردوی ملی نیز جان خود را از دست دادند و شماری هم زخمی شدند. سربازان زخمی شده تاکید می کنند که دوباره به میدان نبرد خواهند رفت و طالبان را شکست خواهند داد. این سربازان تاکید می کنند که هیچگاه به کشورهای بیرونی اجازه نخواهند داد تا از طریق طالبان مسلح به اهداف خود برسند. از جهت دیگر مسئولان امنیتی در ولایت فرا تاکید می کنند که طالبان مسلح در حال شکست هستند. توریال اوبیدانی فرمانده پلیس فرا می گوید در تازه ترین مورد 8 طالب مسلح در جریان درگیری کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. این منبع همچنان تاکید می کند که در چندین عملیات 2 ماشین ساراچه و چند اراده موتورسیکل طالبان مسلح نیز از بین رفته است. سلی رساتو که دوی تقریبا 8 کسان مردی و 8 کسان دوی تپیان داری و 2 سراچه موتوری و 3 موتورسیکل هم دوی دمینزه تلید. فرمانده پلیس فرا تاکید می کند این بار به طور قاطع در تلاش نابودی مخالفان مسلح دولت در ولایت فرا هستند. به گفته وی قرار است به زودی در دیگر ولسوالی های ولایت فرا عملیات های ویژه راه علیه طالبان مسلح را اندازی کنند. عملیات ادامه لري او زمون غملتیز و اكونا الیزال با که چه دوی ده عباد ده پاره ده غی ساهو سخه دوی رک و رکی او دوی ده منزه ویسی او کلا چه ده ساهی پاکی سولی نو زمون انشالله امنیتیز و اكونا با اغا خپل کمربند اغا ساهی چه ده ولسوالی پوری مربوط دی اغا با نور هم قشتله سی اغا نور هم تینگ سی چه دوی نور هم نسی کولا چه زمون پا امنیتیز و اكونا بانده ولایت فرا در غرب افغانستان از جمله ولایات نسبتاً ناامن به شمار می رود. در یک ماه گذشته این ولایت شاهد درگیری های زیادی میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی بوده که در جریان آن طالبان مسلح بیشترین تلفات را دادند.